بسم الله الرحمن الرحیم. قانون فرهنگی 173 تقدیر می کند. من هر چه گشتم یکی رو پیدا کنم صبورتر از این کسی که میخوام بگم پیدا نکردم. کم کسی نیست. کی آقا بگید شما بگید. حضرت زینب سلام الله علیه در وصف حضرت عباس همینقدر که شما میبینید تابعیت محضه. همین حضرت عباس قربونش برم 17 مرتبه روز عاشورا از میدون خواست. گفت آقا اجازه بده من برم با اینا بجنگم. من بعد علی اکبر دیگه نمیتونم تحمل کنم. آخرین بار که اومد یقهشو گرفت گفت فرمود زاغ صدری. سینم داره میترکه. حضرت فرمود برو آب بیار. تو اون قبلیاش میگه تو رکن سپاه منی، اگه بره فاتحه کار خونده است و علمداری علم سپاه بیفته کار تمومه، بمون عباس. مصیبت امام حسین رو هنوز بگید ندید دیگه، قبل امام حسین به شهادت رسید. شما ببین اون چه کسی بود که مصیبت ابا عبدالله رو هم دید، مصیبت عباس رو هم دید، مصیبت علی اکبر رو هم دید، مصیبت همه اینها رو دید. این عجیب، واقعا عجیبه، واقعا عجیب. این مقام مقام عجیب غریبی است. ماها نمیفهم، بعد امام زمان بیاد برای ما بفهمونه مقام حضرت زینب یعنی چی. اینا ساده نگیرید. پرسیدن مگر مصیبت از دست دادن رسول الله سخت نبود؟ چرا برای امام حسین اینطوری شد؟ پاسخ دادن چون آقا رسول الله وقتی از دنیا رفت 4 نفر دیگه از 5 تن آل عبا بودن، مردم امید داشتن هنوز اینا هستن. حضرت زهرا رفت هنوز 3 تاشون هستن، حضرت امیر رفت 2 نفر هستن، امام حسن مجتبی هنوز امام حسین نیست میتونی. اما وقتی حضرت ابا عبدالله میره دیگه اصلا یک وضعیه. اینجوری میرن خودشونو مشارکت میدن در غم ابا عبدالله. اصلا تمام غمها رو نمیشه که انسان بتونه اینجور تحمل بکنه. یعنی اون دستی بود که حضرت بر سینه حضرت زینب گذاشت و از خدا برای اون طلب صبر کرد. اصلا نمیشه آدم تحمل بکنه. چه جایگاهی، چه مقامی. ما در واقع در مصیبت ولی معصوم فکر نکنید فقط اینجا شریکیم، فی دنیا و الاخره. روایتی داریم در کامل الزیارات، کتاب کامل الزیارات کتاب نسبت مستندی، یعنی شیعه ابو ابن قولوی نوشته، از بزرگانه، از ثقات. میگه اون دنیا درای بهش باز میشه، درای بهش باز میشه، میگن بیاد برید، همه میریزن برن تو بهش. یه عده اصلا تو نمیرون بغل نشستن دارن صحبت میکنن. چه نمیام حوریا میان جلو دم در صداشون میکنن یا آقا نمیخوای شما بیاد تو؟ نگاه میکنه به حوریا، حالا خودمونی شکم کن، یه ساکت اونجا صحبت داری میکنه. گفته اینه دارن در مورد چی صحبت میکنن؟ میگن اونجا مجلس ابا عبدالله برپاست، صحبت از ابا عبدالله، صحبت از امام حسینه. تا ما الان نمیفهمیم این نعمت شکل اخرویش چیه، وقتی متوجه میشیم اون طرف میبینیم. بسیاری از علما وقتی خبری رسوندن، چه میدونم مطلبی گفتن، میبینی همشون میگن روزه امام حسین، عشق بر ابا عبدالله، عشق بر بزرگان انبیا خودشونو شریک کردن. این برای من و شما فراهمه. آقا من در روزه امام حسین گریم نمیگیره، خیلی اذیت میشم. سوالتون میشه این به معنی بد بودن منه؟ نه، آدم سردیش میکنه، گرمیش میکنه، یه عشق چش بالاخره یه مایه یه بعد بیاد دیگه. ها اینا تأثیر داره. اون غمی که تو دل تو رو میگیره اون مهمه، اون خیلی مهمه. اون اذیتی که داره میشه میگه خدای من از شنیدن حرف راحت نیستم و سخت داره به میگذره. همین که تو میای تو این جلسه یعنی راد داده. برای همینم هم میگن تو این جلسه گریت نمیاد، دست بذار رو چشم تباکی کن، نه که ریاکاری بکنی ادا گریه در بیاری، نه. یعنی که من واقعا دلم ناراحتم، دارم اشکم میریزم، یعنی دارم گریه میکنم اما اشکم نمیاد. این چه تباکی؟ آیت الله خوشبخت مفهم به بعضی اینو برخورد برداشت میکنه که میشه مثلا ریاکاری کنی ادا گریه در بیاری. نه این نیستش.